آمریکا یک دلال رژیم ایران را در فلوریدا به نقض تحریم‌ها متهم کرد. تحریم یک شرکت چینی و مدیر آن توسط آمریکا به خاطر نقض تحریم رژیم ایران. انگلستان خواستار تشکیل ناوگان اروپایی برای مقابله با راهزنی دریایی رژیم ایران شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دولت آمریکا بامداد امروز سه‌شنبه یک دلال رژیم ایران را در فلوریدا به نقض تحریم‌ها متهم کرد. جیمز مهارک به جرم فروش توربین‌های تولید قدرت به رژیم ایران متهم شد. دفتر دادستانی آمریکا در ناحیه شمالی فلوریدا اعلام کرد که مدیر اجرایی 59 ساله شرکت بین‌المللی منابع توربین‌ها با خریداران رژیم ایران در تهران و لندن تماس داشته است. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن یک شرکت چینی و مدیر آن را به خاطر نقض تحریم‌ها تحریم کرد. مایک پومپئو طی سخنرانی در اورلاندو در فلوریدا گفت ایالات متحده تحریم‌هایی را علیه شرکت جوهی جنرانگ و یومین لی مدیر آن به خاطر نقض محدودیت‌ها علیه صنعت نفت ایران اعمال کرده است. وزیر خارجه آمریکا افزود نمی‌توانیم تحمل کنیم که پول بیشتری به آخوندها برسد و جان سربازان آمریکایی، ملوانان، نیروهای هوابرد و دریایی را در معرض خطر قرار دهد. وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد ما گفته ایم که هر رفتار قابل تحریم را تحریم می کنیم و در این زمینه جدی هستیم. جرمی هانت وزیر خارجه انگلستان خواستار تشکیل ناوگان اروپایی برای مقابله با راهزنی دریایی رژیم ایران شد. جرمی هانت در پارلمان این کشور گفت رژیم ایران اگر به همین مسیر خطرناک ادامه دهد باید بپذیرد که هزینه آن حضور نظامی بزرگتر غرب در آبهای نزدیک به سواحلش خواهد بود. جرمی هانت افزود مطابق قوانین بین الملل رژیم ایران حق ورود به نفتکش بریتانیایی را نداشت و بنابراین این اقدام یک راهزنی دولتی بود. در جریان گزارش دولت بریتانیا به پارلمان این کشور شماری از نمایندگان پارلمان نیز اقدام رژیم ایران را به شدت محکوم کردند. CNS نیوز گزارش داد شهردار رودی جولیانی در گردهمایی ایران آزاد خطاب به سران رژیم ایران گفت شما قاتل هستید و باید بروید. رودی جولیانی رژیم ایران را به جنایت علیه بشریت متهم کرد و گفت دیکتاتوری آن دیگر قابل تحمل نخواهد بود. CNS نیوز افزود جولیانی یکی از صدها نماینده از 50 کشور مختلف بود که در گردهمایی تاریخی که در اشرف سه در آلبانی مقر اصلی سازمان مجاهدین خلق ایران گروه اصلی مقاومت ایران برگزار می‌شد شرکت کرد. جولیانی همچنین اتحادیه اروپا را به همدستی در معامله با رژیم ایران متهم کرد. او گفت اگر علیه این رژیم اقدامی نکنیم باید از کشورهایمان شرم کنیم. I accuse them of murder. Not just murder, mass murder. Crimes against humanity. مایک پومپئو طی مصاحبه‌ای با تلویزیون NBC که در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شد به بحران خاورمیانه اشاره کرد و گفت بیش از 500 آمریکایی توسط رژیم ایران با بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا به حمایت رژیم ایران از تروریست در نقاط مختلف جهان اشاره کرد و گفت من به آرژانتین رفتم که با آنها درباره تهدید تروریستی صحبت کنم. آرژانتین مناسب دید که حزب الله را لیست گذاری کند. حزب الله که بازوی تروریستی رژیم ایران است و توسط این رژیم پشتیبانی مالی می شود. روز دوشنبه در کاخ سفید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که با نخست وزیر پاکستان دیدار می‌کرد در مورد ایران گفت I think Iran doesn't know where they are. I've been watching and reading a lot of reports and right now they're a very mixed up country. They don't know whether they're coming or going. They have tremendous problems economically. Their country's in turmoil. They're having demonstrations all over Iran. Their inflation rate's at 75%. They have a lot of problems. So آنها مشکلات اقتصادی بسیار زیادی دارند. کشورشان در آشوب به سر می‌برد و در سراسر ایران اعتراضاتی برپاست.
آنها با نرخ تورم 75% روبرو هستند. وی افزود ما برای بدترین شرایط و در این حال برای کار بر اساس عقل و منطق آماده ایم. رژیم ایران بزرگترین حامی تروریسم در جهان است. Let's see what happens with Iran. We are ready for the absolute worst and we're ready for sense too. But we are very geared up and if they are really the number one state of terror in the world.